عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو، خوب و بد می گذرد وای به حال من و تو. قره امروز به نام من و فردا دیگر است، می خورد تیر اجل بر پر و بال من و تو. مال دنیا نشود صد ره مرگ کسی، گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام افغانستان، سلام به وطندارای عزیز ما در 34 ولایت. عزیزای دل هر کجای این سرزمین که زندگی میکنین، انشاءالله که جور صحتمند و سرحال بوده، لباس عزت و عافیت بر تن داشته باشین. خداوند بزرگ را شکرگزار هستیم که بارها مهربانی کرده بر ما فرصت میده داد در برنامه شام یک در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. شمایی که امی لحظه ما را از طریق تلویزیون یک بیننده هستین و برنامه شام یک، عزیزای دل انشالله که حیام به کامتان باشه. سلام خاص و ویژه بر تمام همکارای عزیز و دوست داشتنی ما که ما دست به دست هم تیم تا این برنامه را زیباتر بسازیم، به کمره فریجان، بر سپر جان عزیز و دوست داشتنی ما، بر مهون صاحب، بر قیسان، بر تمام همکارایی که ما حالا دست به دست هم دادیم تا این برنامه را زیباتر بسازیم. امیدوار هستم که تا پایان برنامه بیننده ما باشین و امرایمون بکنین. فراموشمون نشه که با یاد خداوند بزرگ همونطور که قلبایمون با آرامش میرسه، همونطور زندگیمون رنگ بوی دیگه میبخشه. و قسم که شما میدانین ما در آغاز برنامه مهماندار هستیم و مهمان عزیزی را که ما امشب در برنامه دعوت کردیم و در رابطه با یک موضوع مشخص میخوایم صحبت بکنیم، انشاءالله که تا پایان برنامه در بخش اول برنامه تا وقت بخش پایانی برنامه بیننده ما باشین. ممیایم میخوایم به جای بشینیم و بعد از اون مهمان رو معرفی بکنم. مهمان ما در بخش اول برنامه آقای ملک فاروق دوران که سخنران انگیزشی هستند. ما در رابطه با موضوعی صحبت میکنیم که امیدوار هستم حالا همگی قوی باشن، اما موضوعی را که ما انتخاب کردیم در رابطه چطور میتونیم در رابطه با مشکلات زندگی ما قوی باشیم. و این قوی بودن برمیگرده بر خود ما که هر قدر مشکلی که در زندگی ما میایه، حالا همونطور است که میگه بعض اوقات سختی ها واقعیت اصلی شخصیت انسان ها را برملا میکنه و در سختی هاست که ما خود را میتونیم بسازیم و یک انسان کاملا متفاوت باشیم. از مهمان ما خواهش میکنم که بیان به استودیو. بسیار زیاد خوش آمدین، شام شما بخیر باشه. سلام، خوب هستم، بخیر هستم، خوب هستم، بخیر هستم، ای دل صبور باش مخور غم که عاقبت، ای دل صبور باش مخور غم که عاقبت، این شام صبح گردد و این شب سحر شود. عرض سلام و شام بخیر دارم خدمت شما و همکارای عزیزتان. سلامت باشین، زنده باشین. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. موضوعی که ما انتخاب کردیم چگونه در برابر مشکلات زندگی قوی باشیم. از زمانی که ما تولد میشیم و زمانی که ما نوجوان میشیم، دست و چپ راست خود میشناسیم دیگه، با مشکلات روبرو میشیم تا زمانی که ما از دنیا میریم. از اینجا میخوایم شروع بکنیم قبل از اینکه در رابطه با چطور بتونیم قوی باشیم در قسمت مشکلات زندگی، خود قوی بودن چی هست؟ میخوایم از زبان شما بشنویم. بسیار سوال خوبه. ما ببینیم یکی ما قدرت فیزیکی داریم که انسان ها را میبینیم از لحاظ فیزیک ظاهر بسیار قدرتمند به نظر میرسند، و دوم ما قدرت احساسی داریم. ما افراد را میبینیم که از لحاظ فیزیکی بسیار قدرتمند و قوی هستند، اما از لحاظ احساسی ما را میبینیم که افسرده و ناامید. بله. پس اینجا معلوم میشه که قدرت فیزیکی مهم نیست، بلکه قدرت احساسی مهمتر از قدرت فیزیکی است. وقتی ما قدرت احساسی داشته باشیم، اعتماد به نفس ما بلند می باشه. وقتی ما قدرت احساسی برخوردار باشیم از قدرت احساسی، ما می تونیم مشکلات ناچیز ببینیم، مشکلات بسیار کوچک می بینیم و ازشان عبور می کنیم بسیار براحتی و موفق می شیم. و قدرتمند بودن امو انرژی است، انگیزه است که وقتی مشکلی برمیخوریم هیچ یعنی احساس از این نمی کنیم که این مشکل بر ما صدرای هدف و آرزوی ما میشه. بسیار مهم از در زندگی. میخوایم بدانم که از اهمیت، ارزش و جایگاه قدرتمند بودن و قوی بودن در زندگی بدانم. حالا مشکلات که در زندگی همیشه است، این قدرتمند بودن چقدر اهمیت میتونه داشته باشه تا اینکه ما مشکلات را زیر بگیریم؟ بسیار سوال عالی. اول بیایم روی ضعف‌های از یک انسان چگونه، کدام عوامل باعث میشه که انسان ضعیف شود در مقابل مشکلات. اولین عامل ای است که عدم آگاهی و دانش است. شاعر چیزی با میگه،
نیست آبی حیات جز دانش، نیست بابی نجات جز دانش. هر کی این آب خورد باقی ماند، چشم او در جمال ساقی ماند. واقعا علم قدرت است، اگر فرد داشته باشد یا کشوری قدرتمند گفته می شود. بله. و یگانه عاملی که ما را می تونه در مقابل مشکلات زندگی قوی بسازد علم و آگاهی است. ما بس و کسانی را می بینیم که افسرده و ناامید هستند و ناامیدی چیزی نیست جزی که نمی دانند باید چی کنند. عدم آگاهی و دانش. بله. هر قدر ما علم و آگاهی می داشته باشیم باعث می شه که ما زندگی را بیشتر درک کنیم، مهارت های ما بیشتر شود و وقتی در مقابل مشکلات قرار می گیریم ما به سادگی می تونیم یک راه حل پیدا کنیم. افسردگی چیزی نیست جزی که ما در یک بنبست قرار می گیریم و راه پیدا نمی کنیم برای زی که بتونیم به هدف و مارزوی خاصه مقداریم برسیم. و عامل دوم که است وابستگی است. هر انسانی که وابسته باشه انسان ضعیفی است. برای اینکه وابستگی باعث میشه که روابط ما ضعف ایجاد شود در روابط ما و همچنان وابستگی باعث میشه که ما یک چارچوب قرار بگیریم و خواسته های ما اگر چنا ممکن باشه ما رو از او پافشاری میکنیم و شکستی که میخوریم باعث میشه که روابط ما بر هم بخوره. و سیومین عامل که بسیار اهمیت دارد در ازی که ما را ضعیف می سازد در مقابل مشکلات، در مقابل سختی های زندگی، ای است که شجاعت، عدم شجاعت. افرادی که شجاع نیستند یا زود شکست می پذیرند و عامل ضعفشان بوده می تونه. شاعر چی زیبا می گه: تو شاخیان درختی که اندر زمانه بود، تو شاخیان درختی که در زمانه بود، برگش همه شجاعت و بارش همه سخا. خوشبختانه مردم عزیز ما شجاع و قوی هستند در مقابل مشکلات زندگی. اما بسی است که ما باید شک نکنیم، برای قوی بودن در زندگی شجاعت لازم است. شجاعت تسلیم نشدن در برابر مشکلات در زندگی است. شجاعت امیدوار بودن است. بله. شجاعت نگفتن به تنبلی هست و شجاعت نگفتن به مواد مخدر است از نظر ما. و این اهمیت و عامل بوده میتونه که انسان را ضعیف میسازه. بله. دقیقا میخواییم این را بدانیم که حالا یک شخص قدرتمند در برابر مشکلات زندگی به چه نوع یک شخص گفته میدانیم؟ بسیار سوال عالی. ای باید چند خصوصیاتی باید داشته باشه و چند عواملی را باید مد نظر بگیره. راهکارها عملی سن که باید ما فرد قدرتمند گفته میتونه. بله. اول باید فراموش کنه. انسان ضعیف به گذشته فکر میکنه، در گذشته زندگی میکنه، اما انسان قوی در حال زندگی میکنه. هر قدر ما در گذشته فکر کنیم و در گذشته زندگی کنیم و تصمیمات و اشتباهاتی که در گذشته انجام دادیم او را مد نظر بگیریم، ما را ضعیفتر و ضعیفتر میسازه. و همین فراموش کردن گذشته که خودتان سوال کردین، بله، این عاملی بوده میتونه که فرد این ویژگی را داره و قدرتمند و با اعتماد به نفس میپوشه در مقابل مشکلات زندگی. دومین خصوصیت و عاملی که بوده میتونه در اشخاص قوی در مقابل مشکلات زندگی هستن، عاملی است که خود و دیگران را فراموش میکنن، کردارها، اشتباهاتی که انجام دادن. وقتی یک فرد به اشتباهاتی که گذشته انجام داده است یا کسانی بالای از اشتباه کردن در زندگی ازی فکر میکنه، خواب نمیداشته باشه و روز هم خسته میباشه، ما باید متوجه باشیم. و ویژگی دیگه داره، مشکلات بسیار کوچک فکر میکنه. میگه مردی از اهالی روستای رفت به طرف صحرا. در برگشت وقتی میامد به طرف روستا، از قضا شب شد و تاریکی و حیوان بر ازی حمله کرد. وقتی بالای ازی حمله کرد و بعد از یک درگیری سخت ای تانست که بالای حیوان غالب شد و حیوان بکشه. بله. چون پوست ازی بسیار زیبا بود، ای را در شانه انداخت و طرف روستا و خانه خود در حرکت شد. وقتی به روستا رسید، همسایه‌اش از بام صدا زد: آهای مردم، شیر شکار کرده است.
مردم وقتی جمع شدند و این صدای شعر شنید، دفتن بیوش شد و ضعف کرد. وقتی دید مردم و گفت، مردم از سوال کردند چرا تو بیوش شدی؟ گفت ما وقتی صدای گفت شیر است، ما ایرا وقتی بالای مملکت ما فکر میکردم این سگ است، اما این شیر بود است. مشکلات زندگی هم این چیز است. هر قدر ما از اسم مشکل، از نام مشکل و از بزرگی مشکل میترسیم، مشکل بزرگتر میشه و بالای ما غالب میشه. سیومین ویژگی که دارن افراد قدرتمند ای است که با مردم ارتباط خوب دارن. وقتی جهان ارتباطات است و ما ارتباط ما را مستحکم می سازیم، این باعث می شه که ما فرد قوی خود احساس کنیم، ارتباطات اجتماعی ما بالا می ره، اعتماد به نفس ما بالا می ره و این باعث می شه که ما یک فرد قدرتمند شویم، مشوره بر ما بتن، ما را تشویق کنن و این ما را از انزوا و تنهایی چی می کنه؟ می رهانه و می کشه. و ویژگی چهارمی که دارن افراد، لبخند می زنن. شاعر چی زیبا میگه؟ چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند، مشکلی گر سر راهی تو ببندد تو بخند، غصه ها باقی و فانی تو بخند، گلدرت از ستم و غصه برنجد تو بخند. لبخند باعث میشه که استرس ما کم شوه، استراب در کم شوه بر ما و احساس از لحاظ روانی ما احساس قدرت میکنیم. بعضی از متخصصین و دانشمندان میگه که نیم ساعت خنده برابر به ساعتها ورزش است، اینقدر اهمیت داره و جایگاه داره. و بحث دومی است که برنامه باید داشته باشن افراد. بله. وقتی ما برنامه می داشته باشیم و هدف می داشته باشیم، باعث میشه که ما خود در یک فضای قرار بدیم، در سختی ها و همچنان مبارزه کنیم، تسلیمی را نپذیریم. در مقابل مشکلات وقتی ما شکست نمیپذیریم، این باعث میشه که ما هم ویژگی افراد قدرتمند به خود بگیریم و یک فرد قدرتمند در مقابل مشکلات ظاهر شویم. بله، جریان صحبت های شما حالا اینم بیان کرد که چطور ما میتونیم یک فرد قدرتمند باشیم در برابر مشکلات زندگی. برعکس، حالا میخوایم بدانیم که افراد و اشخاصی که در زندگیشان زود سر تسلیم میگذارن به مشکلات و زود در قسمت مشکلات زندگی خود را میبازن، حالا بدانیم ویژگی های اونا چه هستند که حالا کسایی که اگر در مقابل مشکلات همیشه سرخم کردن، همیشه به مشکلات تسلیم شدن، از خود ضعف نشان دادن، اینا را بدانیم که کدام افراد هستند که بالاخره اینمی نقاط ضعف از وجود خود دور بکنن. اول، افرادی هستند که بر خود ایمان ندارن. افرادی که بالای خود باور نداشته باشند و خود یک فرد قوی با اعتماد به نفس بالا فکر نکنند، این انسانهای ضعیف گفته میتونیم. و افرادی که خودت ذکر کردی، خصوصیت دومشانی است که بسیار خود میبازند در مقابل مشکلات. مشکلات به عنوان یک چیزی که بسیار بزرگ است و صد راه قرار داره و نمیتونم ما صد ازی برایم و به هدف خود برسم، ای افراد ویژگی را داره. دوم، سوم ویژگی از ای افرادی است که بسیار ناامید زود میشن و افرادی را انتخاب میکنن در زندگی خود که منفی باف هستن. همیشه ما وقتی دوستای منفی باف بر خود انتخاب میکنیم، این نیمه خالی گلاسه میبینن ای افراد و هیچ گاه یک حرف امیدوار کننده بر ما نمیگن. همیشه از مشکلات یاد میکنن، همیشه از موانع یاد میکنن و همیشه کار میکنن که ما باید تسلیم شویم در مقابل مشکلات. به این هدف رسیدن میتونی، ای آرزوی خاصی که داری بسیار بزرگ است. و ای افراد، این افرای از یاد باعث میشه که ما خود ببازیم و در مقابل مشکلات زندگی تسلیمی را بپذیریم. و بحث بسیار جالبی که دیگه ای افراد دارن، سیستم اعتقادی از یا مشکل داره. برازی که اینا فکر میکنن که ما یک فرد نیستم که لایقی خواسته هایی که میخوایم باشم، من یک فردی نیستم که چیزایی که من میخوام باید بدست بیارم، من لایق از این نیستم.
من یک فرد بسیار ضعیفی هستم و این ذهنیت باعث میشه که افراد ضعیف شوند و ضعیف شوند و ضعیف شوند. بله. بنوان آخرین پرسش، راهکارهای مناسب برای مقابله با مشکلات چه هست؟ مطالعه. وقتی ما خدا آگاه میسازیم و در جهان ارتباطات ما خدا با بسیار محکم میسازیم و معلومات خود بیشتر میسازیم، این باعث میشه که ما یک فرد بسیار قوی باشیم، راه حل پیدا کنیم به مشکلات خود و یک فرد با اعتماد به نفس ظاهر شویم. بحث دومی است که اعتماد به نفس، عزت نفس خود بلند ببرن. وقتی افراد میگن ما بسیار یک فرد قوی هستم، خدا تشویق میکنه، ما توانایی به دست آوردن موفقیت دارم، هدف ما دارم، ما یک فرد بسیار با شایسته و یک فرد هستم که میتونم مشکلات مد نظر نگیرم و به هدف خود برسم، و فردی باشه که دنبال موفقیت باشه، با انگیزه باشه، حرکت کنه و بجنبه و تسلیم نشود. چی زیبا میگن، جمله بسیار زیباست، میگه ساده باش تا روشن بمانی، قوی و استوار باش تا روشن بمانی، شمع های افتیده خاموش میشوند. پس باید برای زی که ما بتونیم روشن بمانیم، قوی بمانیم و یک فردی باشیم که با قدرت و استواری محکمتر و بیشتر با بریم به طرف مشکلات ما نظر نگیریم، مقابله کنیم و فرار نکنیم از مشکلات. انسانهای ضعیف کسانی هستند که از مشکلات فرار میکنند، اما انسانهای قوی مقابل میشن با مشکلات، هر قدر مشکلات سختتر باشه و بزرگتر. بخیر باشه. همونطور که شاعر میگه در جاده هموار هنر دویدن هنرش چیست، مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. ما یعنی مردها واقعا با مشکلات پخته میشن. بله بله دقیقاً. سپاس از اینکه اومدین به برنامه. بخیر باشین. تشکر از دعوت. دکلمی هم برام گفتین دارم، اگر کوتاه باشه این دکلمی تونم میشنیم. ما البته شعر امروز بسیار دکلمه کردیم کوتاه، شعر بیشتر از به هنگام سختی مشو ناامید، به هنگام سختی مشو ناامید، کبری سیاه بارد آبی سفید. تشکر از اینکه دعوت. بخیر باشین، سلامت زنده باشین از اینکه به برنامه و ما میریم سراغ وقفه. در ادامه برنامه الهام جان در بخش روان درمان با مهمانش. آدمی را معرفت باید نه جامه از حریر، در صدف بنگر که او را سینه پرگوهر است. سلام، شام شما بخیر وطندارای عزیز. شما را باز هم خوش آمدید میگم با یکی دیگر از بخش های روان درمانی شام یک. در آرزوی صحت و سلامتی شما هستم و از خداوند منان خواهان عزت و سرفرازی شما. امروز دوستان عزیز باز هم حضور شما حاضر شدیم تا ای که در رابطه با یک موضوع مهم دیگر روان درمانی صحبت داشته باشیم، اما امروز متفاوت تر. امروز می خواهیم تا در رابطه با اختلالی که گرفتار روان اطفال میشه صحبت هایی داشته باشیم. بله، این اختلال عبارت از کمرویی است، یا اطفالی که اکثرا خجالت میکشند از گفتن و بیان کردن مقاصد خود. قبل از اینکه بپردازیم به بیان بیشتر موضوع برنامه و همچنان معرفی مهمان ما، بستی تصویری آماده نشده است، میبینیم دوباره برمیگردیم. کمرویی حالتی است که در آن فرد در حضور دیگران دست پاچه شده، به طوری که نمیتواند به خوبی صحبت کند یا دچار افت شدید عمل کرد میشود و در بیان و ابراز خواسته های خود مشکل دارد. افراد کمرو در تیف های مختلف قرار می گیرند. گاه ممکن است کمرویی خفیف باشد و تأثیر زیادی در زندگی فرد نداشته باشد، اما گاهی ممکن است شدید باشد و تمام ابعاد زندگی فرد و حتی سلامت روحی او را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که او را به سمت افسردگی و اضطراب سوق دهد.
افرادی که با کمرویی دست و پنجه نرم می کنند آن را معزل می دانند که برایشان بسیار آزاردهنده است و به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکست در زندگیشان نقش دارد. کمرویی و خجالت در کودکان بسیار شایع است و در اکثر مواقع به مرور زمان حل می شود. اما زمانی که شما در سنین بزرگسالی همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکل کمرویی و شرم را دارید، دیگر زمان آن رسیده است که برای درمان آن اقدام جدی را آغاز کنید. کمرویی افراد به عوامل متعددی بستگی دارد و می تواند ساختار شخصیت انسان را از سنین کودکی تا پیری تحت تاثیر خود قرار دهد. از جمله عوامل مؤثر در این پدیده می توان به موارد زیر اشاره کرد: استرس محیطی، ترس، عدم موفقیت در تحصیل، تحقیر شدن در میان جمع، غم و اندوه شدید، مهاجرت، فقر، طلاق والدین و نداشتن مهارت‌های اجتماعی نیز در کمرو و خجالتی شدن افراد بسیار تاثیرگذار هستند. درمان کمرویی و خجالت در افزایش اعتماد به نفس تاثیر مستقیم و بسزایی دارد. خجالتی بودن می تواند اثرات منفی بر روی شخص در همه موقعیت‌ها مثل مکتب و روابط عاطفی بگذارد. جلسات روان درمانی می تواند به کودکان و بزرگسالان خجالتی کمک کند تا بر شرم خود غلبه کنند. کودکان از لحاظ آموزش پذیری در درجات بالاتری قرار دارند. به همین جهت ساده‌تر می توانند آموزش ببینند تا کمرویی خود را از بین ببرند. تکنیک های ریلکسیشن، صبر و آرامش به خرج دادن در طول روند درمان نیز بسیار مؤثر است و قابل ذکر است که برای درمان خجالت به هیچ عنوان دنبال درمان‌های خودسرانه، دارویی و غیره نروید. باز هم شما را خوش آمدید میگم به ادامه بخش روان درمانی شام یک. عزیزان و بیننده، قسمی که شما بسته تصویری را دیدین، امروز میخواییم تا در رابطه با کمرویی اطفال صحبت هایی داشته باشیم و اطفال معمولا چرا خجالت میکشن، چرا نمیتونن مقاصد خود را بیان کنن، بایدها و نبایدهایی که باید در موردش معلومات اخذ کنیم. مهمان ما در برنامه هستن و همراهی ما میکنن. مهمان ما در برنامه جناب سمیع الله وزیری، مربی اطفال، حضور پیدا کردن. شما را خوش آمدید میگم. بخیر باشید. سلام تقدیم شما الهام جان، سلام خدمت دوستای زه کمین اکنون مور تماشا میکنن. امید است که روز را بخیر سپری کرده باشن و یک شام خوب را آغاز کرده باشن. تشکر میکنیم باز هم از شما که به برنامه به بخش روان درمانی حضور پیدا کردین. جناب وزیری، گرچه شما آگاهی حاصل کردین با دیدن بسته تصویری که امروز میخواهیم تا در رابطه با کمرویی اطفال صحبت کنیم، چرا معمولا اطفال خجالت زده میشن، چرا نمیتونن مقصد خود را بیان کنن یا در اجتماع یا در بین محیط؟ اول اگر میشه امی کمرویی شما یک تعریف کنین، بعد از او آیا کمرو بودن کار خوب است یا بد؟ درست است. متخصصین دانشمندا برای کمرویی تعریف های متعدد و مختلف را داشتن. از جمله برای کمرویی میگن که یک حالتی است که کودک بسیار دوست داره یا علاقه داره به طور همیش یا مداوم که فعالیت خود یا کار را به تنهایی انجام بده بدون حضور دیگران و بله. کمتر خوش داره که در حضور افراد ظاهر شود، تنها باشه. یعنی تنها باشه بله. بله. متاسفانه در جامعه افغانستان که آگاهی بعضی ها کمتر دارن، این را فکر میکنن که یک ویژگی شخصیتی خوبی است و بهتر است که باید اطفال یا کودک ها داشته باشه. متاسفانه برعکس مسئله است. متاسفانه اونایی که میگن ویژگی خوبی دارن، چون معلومات کافی ندارن در این حیطه یا در این بخش یا در بخش کودک، اونا بیشتر فکر میکنن که کودکشان با ادب است، یا بیشتر کودکشان فکر میکنن که خوب تربیت کردن کودک، همیشه در پولیشان است، همیشه در کنارشان است و هیچ وقت هیچ گاهی از مادر یا از پدر خود جدا نمیشن. متاسفانه برعکس مسئله است که کمرویی یا خجالت در کودک ها، اعتماد به نفس پایین در کودک ها کار خوبی نیست. متاسفانه هم در کودکی، هم در جوانی و هم در نوجوانی، هم در بزرگسالی ما را با بعضی از مشکلات روبرو می سازد که اگر در اوایل کودکی به درمانش اقدام نشه، می تونه که به حد برسه که کار از کار گذشته. خب در رابطه با اینکه کار از کار بگذره و چی خواهد شد صحبت خواهیم داشت، سوال است. اما میخواهیم در این بخش از شما بپرسم که علت و عوامل پیدایش کمرویی در اطفال چی بوده میتونه؟
کدام علت مشخصی داره؟ ژنتیک مطرح است یا کدام دلایل خاص دیگری؟ بفرمایید. درست است. علتهای مختلف است در هر جامعه، در هر کشور، در هر منطقه. بله. ولی به محدودش ما و شما میپردازیم به چند شماره‌وار. اولین عامل که میتونه کودک کم جرأت بسازه، اعتماد به نفسش از بین بره، کم رو بسازه، او فضای خانواده است. اگر پدر مادر کم جرأت باشه، معمولا کودک بی جرأت یا کم جرأت تولد میتن یا تربیه میکنن. بله. من یک مثال میزنم که معلوم، یعنی دقیقا ما بفهمیم که چی معنا میتن. شماره اول، شما میفهمین گنجشک. بله. گنجشک تولد میتن. بله. و گنجشک تربیه میتن، تربیه میکنه. اما قسم ترسو، اما تو خجالتی، اما قسم که کم جرأت. ولی شیر تولد میتن. بله. شیر تربیه میکنه، اما تو قوی، با جرأت و اما قسم با شهامت. دومین مسئله که بالای کم جرأتی اطفال تاثیر میکنه، اون متاسفانه تحقیر است، سرزنش است، تنبیه است که از طرف والدین ها بالای کودک ها معمولا انجام میشه. متاسفانه کودک ها همه قسم که در خانه سرزنش میشن، تحقیر میشن، نامای مختلف بالایشان گذاشته میشه، سر گپشان خنده میشه، سر قدشان خنده میشه، سر حالت بدنیشان خنده میشه. این باعث میشه که اعتماد به نفس کودک از بین بره و یا کم رو شوه. سومین مسئلهش مسئله اعتماد به نفس پایین است. اگر کودک اعتماد به نفس پایین داشته باشه، اگر کودک در خانواده اعتماد به نفسش تقویت نشده باشه یا در اجتماع، این میتونه که یک کم جرأتی را یا کم روی را در کودک تقویت کنه و باعث شوه. سومین مسئله مسئله اجتماع است یا تعلیم و تربیه است. متاسفانه در مکاتب مراکز آموزشی بعض مقایسه ها هستند که احمد با محمود مقایسه میکنه. اما قسم گروپ های دارن تشکیل میتن که یک گروپ بسیار لایق است، یک گروپ بسیار تنبل است، که باعث میشه در کودک ها سبب شود که باعث کم جرأتی یا کم رویشان شود. بله. حالا چون بحث ما در رابطه با کمروی بیشتر برمیخوره به اطفال. بله بله. در اکثر مواقع اطفال کمرو میشن. بله. نسبت به بزرگسالان. خب سوال خواهیم پرسید که بزرگسالان چرا دچار اختلال میشن، اما قبل از او همین خود کمروی یا اختلال در خجالت کشیدن چقدر میتونه تاثیر منفی روی شخصیت طفل بگذاره؟ طفل از کدام کارها مانع میسازه؟ متاسفانه چند ضرر عمده که به شخصیت کودک وارد میکنه. یا بعض از اختلالات که ما داریم ارتباط داره به کمرویی یا کمجرأتی کودک. او یک اختلال وابستگی است که در کودک ها معمولا باز پیدا میشه در سنین نوجوانی و جوانی هم، که همیشه خوش داره کسی که بسیار از اینا اطاعت میکنه، در پولی از ما باشه و وابسته شود، یا به پدر خود یا به مادر خود یا با یکی از عزیزایی که بسیار نزدیک است به کودک. دومین اختلال که به این کودک ها پیدا میشه و اختلال ضد اجتماعی است که بعض رفتارهای را انجام میده. مثلا زیربناها را میخواین که تخریب بکنن، مثلا درخته، پل و پلچکه، یا به اطفال دیگه، یا به بعض چیزا صدمه وارد کنه که وارد از بین ببره به شکل یا به طریقی که چون یا عقده دارن، میخواین عقده خود از یک طریق او را چی کنن؟ رها کنن و بله بله. کمرویی گرچه یک پدیده طبیعی است در وجود اطفال البته، و اگر فکر کنم یک مسئله حاد شوه میتونه مشکلات به بار بیاره، اما ما چگونه تشخیص داده میتونیم وقتی یک طفل خب طبعا کمرو میباشه، خجالت میکشه، در مظهر عام نمیتونه مقصد خود بیان کنه یا هدف خود بیان کنه، امی تفاوت چگونه ما تشخیص داده میتونیم که آیا امی طفل کمرویی بیمارگونه دچار شده و یا نه این کمرویی یک کمرویی است که به مرور زمان خوب میشه؟ درست است. چند تفاوت را ما به شما میگیم که والدین عزیز که ما را تماشا میکنن باز ببینن که کودکشان در کدام مرحله است یا در کدام درجه هستن. یکی که کودکایی که کم جرأتی یا کمرویی طبیعی دارن معمولا تا سن یا تا 6 ماهگی یا تا سن 1 سالگی اساسا خوب میشن، اما قسم در اجتماع میرن، در آغوش هر کس میرن و اساسا مثل یخ میبرن که آب میشه، هم کم جرأتیشان اساسا خوبتر میشه و بهتر میشه، جرأت پیدا میکنن. ولی اویی که حاد میشه، شدید میشه یا مشکلشان جدیتر میشه، بعض نشانه هایی دارن که حتی سلام کردن هم بعضی ها مشکل است.
در اجتماع نمیرن، سلام نمیتن یا پیشونی میمون نمیاین، بسیار به مادر خود چسبنده هستن، همیشه وقت یک ترس دارن که اگر از والدین خود دور شون ممکن والدینشان یا پدرشان یا مادرشان پدر مادر خود از دست بدن. این هم میگن بیمارگونه که معمولا باز بسیار حتی در سن 8 سالگی و 10 سالگی هم ابرایشان میباشه اگر مورد درمان قرار نگیره، ولی طبیعیش معمولا از 6 ماهگی و 9 سالگی خود به خود خوب میشه، خوب میشه به مرور زمان آیسته آیسته یک حالت طبیعیش میباشه، البته الا سن 6 سالگی. بله از او بعد. خب اگر در بزرگ سالان این مسئله را جرف نگری یا اگر مورد بررسی قرار بتیم، بزرگ سالان ما یا امکان داره که انسان های کمرویی باشند به صورت بیمارگونه و رفتارهایشان چیگونه است؟ بله، اما قسم که کودک ها دچار یک مشکل میشن، بزرگ سالا جوان ها و نوجوانان بعض مشکلات به بار میشه برشان، مثلا کم جرأت میشن، کمرو میشن و بعض از نشانه های خاص خود دارن. اونا معمولا زمانی که صحبت میکنن یا گپ میزنن یک نشانه شانی است که با گوینده تماسش می نمی داشته باشه، گپ می زنه، صحبت می کنه ولی جای دیگه را می بینه، پراگنده است، پراگنده است چشمشان، ذهنشان، فکرشان، چشمشان. دوم نشانه شانی است زمان که یک شخص را که می شناسه یا مثلا فرض کنیم در پیاده رو، بله، یک شخص را که می شناسه در مقابل خود می بینه، معمولا کوشش می کنه که از اون مخفی شوه، راه خود چپ می کنه، بله، میره از راه سرک میره تا یک همراه زو روبروی نشوه، احوال پرسو اینا نکنه. سومین نشانه شانی است که در اجتماع کمتر میرن و معاشرت میکنن یا فعالیت های گروهی رو کمتر میکنن. چهارمین نشانه شانی است که زمانی که صحبت میکنن دچار لکنت زبان میشن، بند بند میشن، قطع قطع صحبت میکنن. پنجمین نشانه شانی است که زمانی که صحبت میکنن یا با انگشتای خود مصرف خود میسازن یا اگر تسبیح دارن با تسبیح خود مصرف میسازن، یا اگر موبایل دارن ابرای موبایل خود مصرف میسازن، یا اگر در یک جمع رفتن، در یک محفل رفتن یا در یک مجلس رفتن کوشش میکنن جای را انتخاب کنن که گوشه باشه، هیچ کس با یا معاشرت نکنه، هیچ کس ابرای زیاد صحبت نکنه و در کار خود باشه. اختلال در کمرویی و یا هم اختلال در حیا یا خجالت کشیدن چقدر میتونه با ازدواج ارتباط داشته باشه؟ آیا اشخاصی که میخواین با هم دیگه ازدواج کنن یا نامزد کنن اگر انسانای کمروی باشن آیا میتونن موفقانه ازدواج موفق داشته باشن یا نه؟ چقدر ارتباط داره؟ یکی از تلویزیونای خارج از کشور رفتن تحقیق را انجام دادن با خانما و با آقایان که ببینن آیا خانما یا آقایان حاضر هستن با یک فرد خجالتی یا کمرو ازدواج کنن، که با 8 نفر اینا مصاحبه کردن، 6 نفر از خانم‌ها گفتن نه، ما حاضر نیستیم که ازدواج کنیم با یک کسی که اعتماد به نفس پایین یا جرأت نداره یا کمرو است. بله. و دلایل مختلف خود داشتن. دو دانش که یکی خانم بود و یکی آقا، اینا گفتن بله. قبول کردن. اینا هم بعض چیزا خود داشتن، دلایل خود داشتن. مثلا اینجا یک شوخی کنیم که اینا ممکن از این طرز داشتن که مجرد نمونن. ولی 6 نفر دلایل خاص خود داشتن. مثلا یک دلیلشان این بود که گفتن اگر ما کم جرأت، فرد مقابل کم جرأت، زندگی خیب به کدام طرف روان میباشه. یا دلیل دومشان این بود که همدیگر را درک کرده نمیتونن. دلیل سومشان این بود که از زندگی زناشویی نمیتونن باز لذت ببرن، خواسته های یکی دیگه خود برآورده کنن. این دلیل بود که امرای یکی دیگه، یعنی میتونه صدمه خود وارد کنه کمرویی در، بله، صدمه خود وارد میکنه ولی ازدواجشان ازدواج موفق نمیباشه، نمیتونه باشه. خب گرچه سوالا بسیار زیاد است اما در قسمت انتهایی بخش قرار داریم و به عنوان اخرین پرسش میخوایم از شما بپرسم که چه راهکارهایی میتونه ما را کمک کنه تا اینکه افرادی که دچار کمرویی هستند یا خانواده هایی که اطفالشان کمرویی دارن چه کارهایی را باید در پیش بگیرن تا مؤثر واقع شود که بتونن درمان کنن این اختلال؟ درست، اولین راهکار که ما برشان پیشنهاد میتیم او را انجام به والدین عزیز او ای است که برای کودک ها بعض مسئولیت ها را بدن. بله، مثلا خوراکشان بگذارن خودشان بخورن یا پوشاکشان بگذارن خود کودک ها او را انجام بدن، خودشان مسئولیت انجام بدن تا اینکه جرأتشان یا اعتماد به نفسشان بلند بره. دوم راهکار ما برای والدین عزیزی است که کودکای خود را بعض وقتا بگذارن یا ببرن امرای خود به مجالس یا جشنا، اوجا ببینن افراد اشخاص را، کلان، بزرگ، خرده، ببینن که چه قسم با امرگه معاشرت میکنن، چه قسم با هم دیگر ارتباط میگیرن تا ایام یاد بگیرن.
جرأت شانم کمی بالا بره. سومین راهکار ما این است که ما دیدیم در کودکستان کودکایی که کودکستان میره، کودکایی که در مراکز آموزشی است، خوبتر رشد کرده و خوبتر اعتماد به نفس داره و جرأتشان بالاست. پیشنهاد ما با والدین عزیزی است که کودکای خود را در کودکستان شامل کنه تا اونجا با همسن سالای خود مشترک داشته باشه، ارتباط بگیره، تا اینکه بالای کم جرأتیش تاثیر بکنه و تاثیر خوبی داشته باشه. سلامت باشین جناب سمیلای وزیری، مربی اطفال که در برنامه شام یک در بخش روان درمانی حضور پیدا کردین. تشکر از شما. سلامت باشین. و همچنان سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان و بیننده که تا این دم بخش روان درمانی را دنبال کردید. در ادامه برنامه با تمیم جان باشید. عزیزای دل، برگشتیم به ادامه برنامه. امیدوارستم بخش روان درمان را که الهام جان بر شما پیشکش کرد بدلتان بوده باشه. و حالا باز هم ما مهماندار هستیم. میگن ورزش نماد از صلح و پایداری و صمیمیت و مهربانی هست، اما در این بخش برنامه ما مهماندار هستیم و مهمان ما یکی از جوانان ورزشکار در رشته مبارزات آزاد یا MMA که کریم جان محمدی هستن. قبل از همه سلام و شام بخیر دارم خدمت محمد صاحب. خوش آمدید، شامت بخیر باشه. سلامت باشین. سلام عرض ادب خدمت شما تمیم جان، خدمت همکاران شما، یک سلام خاص به تمام مردم افغانستان که از پشت پرده تلویزیون یک مورد بیننده است. سلامت باشین، تشکر. نام خدا. از بازوایتون معلوم میشه که خوب ورزش کرده و زیبایی اندام میرین در کنار؟ نه خیر، MMA مبارزات آزادم روی بوکس تمرین میکنم خلاص. یعنی MMA و مبارزات آزادم باعث میشه که اندام آدم مقبول باشه؟ بله، بهترین اندام مبارزه دارن. کسایی که مبارزات آزاد میکنن بدنشون آماده میکنن. بله محمدی صاحب، صحبت بکنین از آغاز تمرینات و کارکردها و فعالیتاتون در رشته MMA. چطور که آمدین به این رشته و چند سال میشه تمرین میکنین؟ خب من مدت 5 سال میشه تمرین میکنم. پیش از بوکس تمرین میکردم، وقت دیدم ورزش MMA رو به کاهش بود در افغانستان و پیسه داره از اون خاطر. بله، باز رو آوردم به مبارزات آزاد. آها، مدت 5 سال میشه مبارزات آزاد تمرین میکنم. 5 سال میشه مبارزات آزاد تمرین میکنی و چند سال بوکس تمرین کردی؟ بوکس فعلاً مدت 6 سال میشه، 5 سال بوکس تمرین میکنم. یعنی قبل از اینکه 5 سال میشه بعد از اون مبارزات آزاد اومدم، پیش از تمرین میکردم، باز یک چند وقت از دنیای بوکس دور شدم، پس شروع کردم. بسیار خوب. چند برد از در کارنامه ورزشی خودت از زمان که تمرین میکنی تا حالا؟ من 6 برد مبارزات آزاد دارم، الحمدلله باخت ندارم و یک برد بخش بوکس. 6 برد مکمل در بخش مبارزات آزاد که هیچ باختم نداری و یک بردم در باکس. از میانی 6 برد را که در مبارزات آزاد کردی، در وزن چند کیلوگرم بوده و تمرینات چگونه بوده؟ با کیها بوده مسابقات؟ مسابقات ما وزن از 54 کیلو به فایت شروع کردم و تا 65 فایت میکنم. دیگه حریفایم خیلی حریفای قوی قوی داشتیم، مثلا ابراهیم ظاهری مشهور بایکه افغانستان، دیگه حفیظ ترکمن که یک تن از خطرناکترین حریفای ما بود در کارنامه ورزشم، و دیگه توانستم که 4 حریف منکات کنم و یکشن نمره یکشن سبمیت کنم. کدام بردت برات زیاد شیرین بوده؟ بردم ابراهیم ظاهری با یکی افغانستان در راوند 3 نکات کردم، 5 نفر نک داونش کردم و در راوند 3 نکاتش کردم و در رباتم شد. در راوند 3 نکاتش کردم؟ بله. آها، و از مدالایی که بر ما آوردی کمک قصه بکو بر ما. ایره در کدام مسابقه بودست آوردی؟ ایره در مسابقات وزارت امور داخله کامبت سامبو که در راوند اول 13 ثانیه حریف خود نکات کردم. بسیار خوب. بنام. این مسابقات در مسابقه UFN 4 که حریف ما در راوند اول سبمیت کردم. حریف تا در راوند اول سبمیشن؟ بله. بسیار خوب. ای از اون بیچی بوکسم هست، مسابقات بوکس. خوی از مسابقات بوکست هست؟ بله. در رشته بوکس فقط یک مسابقه داری؟ بله، یک مسابقه داری. و مسابقه هم بردی؟ بله. بسیار خوب. و ای مدام؟ ای دور اول شب قهرمانانم و TGFC. نه تلویزیون یک، نه دور اول، دورای بعدش بود که خب دورای بعدش بود که تلویزیون یک نشر کردم و ایده دور اولش بود. و این هم از TGFC است، مسابقه که حفیظ ترکمن با نمره تمام شد فایتم. بسیار خوبه. معمولا در طول 24 ساعت چقدر وقت میگذاری برای تمریناتت محمد؟ من صبحکی هم تمرین میکنم، از صبحکی پیش سمی رحیمی تمرین میکنم و طرف دیگر هم در روز دو تا تمرین میکنم. 4 ساعت 5 ساعت به ورزش خود چی میکنم.
و در قسمت رژیم غذایی با چطور قبل از اینکه مسابقه برگزار میشه رژیم غذایی می داشته باشه؟ بله، قرنطین میشیم به خاطر مسابقات و آمادگی که میگیریم، رژیم میگیریم، تمرینات ما مستقل شده برای و در مورد تقدیرنامه کم بر ما بگو. این تحسین نامه است که از طرف سازمان تیسی برنداله شده بود. بسیار خوب، تمامش تحسین نامه است. خواهی از کجا؟ بله، از تیجیفسی، سمی سازمان تیجیفسی ما. ای؟ ای دور اول شب قهرمانان تیجیفسی تانست. ای تحسین نامه؟ وزارت امور داخله کام با سامبوی پولیس و یا؟ هم از تیجیفسی است. بسیار خوب. از ورزشکارهایی که در افغانستان کار میکنن در بخش ام ام ای طرفدار کدام ورزشکار هستی و چرا تا حال مسابقه خارجی ندادی؟ ما کل ورزشکار افغانستان خوشم میاد. خب بیشتر کارگر داره که خوش دارم، از فایتر، از سمیر رحیمی، از قهرمان که واقعا خیلی کارگردش بالاست. البته زور ورزشکاری نیست که در دستش باشه، در قوت بدن، قدرت بدنش باشه. زور ورزشکار کارش هم ایجاست که از کلا کار کنه، که از کلا که بهترین کل کنترل فایت و از چی است ذهن میشه، از این فکر انسان میشه، هر کس تونه فکرش بالا بوده فایتش هم قرار بالا می. یعنی آقای سمیر رحیمی الگوی شما است که؟ بله، خیلی یک فایت آرام، خیلی یک فایت ریلکس میکنم، فایتش خوشمه. خب از مسابقات خارجیت نگفتی؟ از مسابقات خارجی بخیر یک دو ماه بعد گفته شده از طرف سازمان بخیر فایت میکنم. با کجا؟ بهترین. تا فعلا مشخص نشده، اما دهن یک سازمان از دو چی شده پیش بینی برام شده، اما اینجا فایت میکنیم. فرق بین آمادگی ها با یک ورزشکاری که در داخل افغانستان فایت میکنی با یک ورزشکار خارجی باشه در چه هست؟ خب وقت آمادگی دو چند میشه، به خاطر که نمیخوای نام کشورت پایین بیا و نمیخوای چی شوه، برازو زیادتر هیجانی میباشی، زیادتر تمرینات ثقیل میکنی. گرچه به این مسابقات هم تمرین، اما او یک چی دیگه استرس دیگه داشته می باشه. اما بعضی ورزشکارای ما برعکس در افغانستان بسیار کوشش میکنن که یک رقم عقده‌ای برخورد میکنن با ورزشکاری که هم وطنشان است، از همین کشور هستیم کلمانی، باز یک رقم فایت میکنن به جای اینکه فایت کنن جنگ میکنن. ولی ما توهین نمیکنم به ورزشکارا. خب بعضی ها دیستن که نام آوره، کسایی که هدف داره و خیلی هوشمندانه پیش میره، با کسی چین تضاد یا گپا رو نمیکنم. فایترای از افغانستان به خاطر بیخی تو میگی خدا نکرده دشمن صد سالش از این قسم برخورد میکنه با عارف، گرچه نمیفهمم هم وطنم از برادرم از آمادگی ما. فعلا خودم هر کس باشه، هر ورزشکاری باید یه چیزی داشته باشه که ما نباید به خاطر هم وطن خود آمادگی بگیرم، ما به خاطر کس آمادگی بگیرم که اول بتونم به دین خدا خدمت کنم، به اسلام، بعد از او به فامیل خود، بعد از او به وطن، به مردم خود خدمت کنم. دیگه بعض ورزشکارای افغانستان است واقعا هم که دمی میباشه که چی قسم گپ یگان تا خدا چه قسم نام بکشه، نام بکشه، نه رقم بله کنی جنگ کنه که فقط بگی جنگ براستی باشه. ولی خب ورزش هست نیم؟ بله ورزش. فقط در کنار از اینکه به خاطر صحتمندی ماست، در کنار از یک جز از افتخارات ماست که وقتی ما با خارجی ها بله فایت میکنیم یک افتخار به افغانستان بله کسب کنیم. به این خونه است که آدم باید دشمنی کنه و جنگ بکنه. بله. از فامیل یاد کردی، چقدر فامیل تشویقت میکنه، چقدر حمایتت میکنه، کی زیادتر حمایتت میکنه در رشته ورزشی؟ خوب است، زیادتر حمایت مادر جانم میکنه در بخش ورزش. اولین مادره که بچه خود حمایت میکنه؟ بله، ها در بخش ورزش. پدرم خوش نداره زیاد ورزشه، دیگه مادر جانم زیاد تشویق میکنه و دیگه کاکایم سلام آل سر بیسام دین که واقعیت که اون مهره هم تشویق میکنه در بخش ورزش. هرچند ورزش ام ام ای ورزش کم خطرناکتر است، زیاد مادرها طرفدار ورزش ام ام ای نیستن که بچه‌هاشون یا پسرهاشون برای ورزش ام ام ای، اما برعکس مادر جان خود تشویقت میکنن. برعکس پدر جان دوست نداره، در حالی که باز پدرها بسیار زیاد ام ام ای را دوست دارن. بله بله، واقعا مرا مادرم تشویق میکنه به خاطر ورزششون. باز مسابقاتی که خارج از کشور برگزار میشه، آیا کدام آگاهی هم بر شما دادن که یعنی 100% این مسابقات برگزار میشه و هم باز در یک سازمان های کشور هندوستان که خودت عریفت برات بگوین که از کجاست؟ یعنی چند حداقل باید دو ماه سه ماه قبل تر فکر میکنیم یک ورزشکار آمادگی میگیره برای مسابقات؟ بله بله، انشالله میشه. با من فایت نتیر شد بخیر، یک 15 روز 14 روز بعد در سازمان یا فین باز فایت دارم بخیر نیمه مرکزی دیگه گفته شده، انشالله فایت او فایت میشه انشالله. حالا آمادگی هایی گرفتیم؟ بله آمادگی از هم تا آمادگی گرفتیم بخاطر مسابقات. نگفتی که برای کی هست؟ چون هنوز مشخص نشده مسابقه که با کی؟ نه خیر، تا حال فعلا برای معرفی یافت نشده، همراه چند نفر جوره شدم. فایت در ایفای ما نمیخواه فایت کنم، گرچه دو در یو فنم که جوره شده بودم همراه خیلی آمادگی گرفته بودم. به یک تن از فایترها بوده خیلی نامم داره، عبدالله زدران،
ما خیلی بار از آمادگی گرفته بودم. روز وزن کشیده فایت با ما حاضر نشد، باز یک تن از فایترهای دیگه حاضر شد که با ما فایت کنه. دیگه حالم حریفم دقیق تا فعلا مشخص نشد، گرچه این فایت کارت چیزهای ما وقت برام اومد تا فعلا حریفم یافت نشده، دیگه یافت میشه ان شاء الله. کس را چلنج دادی؟ تخری نه 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 اصلا یک گپارم خوش ندارم چلنج چلنج بازی. وقت فایتر برات پیدا نمیشه، خب تو باید چلنج بدی اگر فایت نه خیر خب پیدا میشه، باز بعضی کسا پیدا میشه که فایت کنه، فایت که کد دیگه چی میشه. یه اگه ما بگویم که چلنج چلنج بازی شوه، باز یک فایتر که واقعا شایستگی داشته باشه که بهترین جاها برسه برش نمیخوام. از بس با ورزشکارای مبارزات آزاد زیاد بوده مصاحبه کرده، حالا همه قدر میفهمم که در داخل قفس یا در داخل رنگ معمولا خودت دوست داری که ساده بازی بکنی یا در زمینی بازی بکنی، کدام شده؟ بله ما اصلا مو رشته، ما اصلا خیلی دوزارم بوکس هست رشته ایم استاده دیگه. بله استندپ کار هستم، استاده کار میکنم، خوش دارم. کسی عرفایم زگدگونو بخواد چند معلوم کسی که خواسته که زمین مر ببره نتیجه هم دیده، در زمین که مر برده نتیجه شدیده. باز اگر کدام پالوان در بر شد و در دو حالت آمده هستم، تمرین های من پیش میبرم، پالوانی رو خیلی باز تمرین های سقیل پیش میبرم، اما زیادتر خوش دارم استاد پای کارم. باز عرفم که خواست مر زمین ببره حاضر هستم زمین برم باشه. خدای نخواسته تا حال کدام دفعه افگار شدی در تمرینات یا در مسابقات؟ نه خیر الحمدلله تا حال مسابقات کارای گوشاشون میدم میباشنی. نه خیر من خیلی دمی هر مسابقه ام فایت کردم، شکر خدا شکر خدا هیچ ریم ختم نخورده، گرچه ریفای ما نماندی که رویت خط بخوره یا نه خط نخورده. از کلک فایت کنی آرام باشی در فایت، بعضی از زماتانای ما در فایت داخل میشه میده و میزن، نه فایت تو رقم نمیشه، فایت خیلی به فکر آرام کنی اون قسم میتونی بهتر غالب شوی بالا ریف. ولی اوتکم زیاد از فکر کار میگیره، بسیار خونسرد بازی میکنه. بله ها یک ورزشکار خوبی است. بسیار عالی، موفق باشی محمدی عزیز، انشالله در تمام عرصه های زندگیت. فقط در پایان میخوایم پیام تا داشته باشم. سلامت باشی، تشکر که در برنامه زیبایتان ما رو دعوت کردین و به جوانان به دوستایم زیادتر از دوستایم میبینیم که ناامید هستن، ناامید نشین، ادامه بتین، انشالله روز میرسه که بالای خود افتخار میکنی از اینکه تسلیم نشدی و ادامه دادی. تشکر از برنامه زیبایتان. بخیر باشین، با امید فقط هر چی بیشتر خواهد بود. و عزیزایی که بیننده برنامه ما بودین، در پایان برنامه امروزی هست، امیدوارستون برنامه بدرتون بوده باشه. همیشه ورزشکار و ورزش دوست باشین، اگر ورزشکار هم نیستین ورزشکارای ما رو حمایت بکنین، به خاطر از اینکه حمایت ما میتونه ورزشکارای ما رو بسیار رویای خوب ببخشه، بخصوص ورزشکارای ما خارج از افغانستان، به خاطر افغانستان میرن مبارزه میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن، سالها تمرین کردن و ماها تمرین میکنن تا اینکه بیان به یک مسابقه و حداقل بتونن افتخار بزرگ بر افغانستان کسب بکنن. ما در بخش‌های مختلف داشتیم ورزشکارای ما را که به افغانستان چه تیمی بوده چه فردی بوده یا گروهی بوده به افغانستان افتخارات کسب کردن. تا فردا شب که بازم در خدمت قرار می‌گیریم، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز امانت می‌کنیم. مداوم یاد معشوق کن که باقی اوست در عالم، به جز حق هر چی می‌دانی فنا اندر فنا گردد. تا فردا شب خدا نگهدار.